سلام دوستان، در خدمت شما هستم با یه جلسه دیگه از آموزش فیگما. جلسه قبل با هنگه لیگات گریدز رو به وجود آوردیم و اینجا میتونید ببینید که یه دونه لوکال استایل هم ازش ساختیم. این جلسه میخوایم بریم یه چند تا ابزار دیگر یاد بگیریم. متو قبل از اینکه کار با ابزارها رو یاد بگیریم، من میام اینجا یه دونه فریم دسکتاپ ایجاد میکنم و به این فریم دسکتاپ هم یه دونه گرید لیاوت، اون گرید لیاوتی که ساخته بودیم رو میدم و میخوام ازش استفاده بکنم. خب میام اینجا یه دونه فریم جدید توی این گرید لیاوت، مثلا از اینجا تا اینجا میکشم، خب، و به این فریمه میام یه فیل میدم، یه رنگی بهش میدم، مثلا رنگش رو میکنم آبی. الان میبینید که این فریم ما اینجا وجود داره. منتها اینکه بخوایم این فریم رو اینجوری جابجا بکنیم روی موس، میتونیم دقیقاً توی گرید سیستممون این کارو انجام بدیم. ببینید دقیقاً میاد داخل گرید سیستم قرار میگیره. یه نکته ای وجود داره، شما احتمالاً به این راحتی نمیتونید تغییرات رو اعمال کنید. یه نکته ای که هستش اینه که شما با اروکیا میتونید جابجا بشید. این شیء ای که ساختید، این فریمی که ایجاد کردید رو میتونید با اروکیا، کلیدای بالا پایین چپ و راست، میتونید جابجا کنید. احتمالاً به این تمیزی و به این دقت توی سیستم شما جابجا نمیشه. علتش چیه؟ علتش اینه که باید بیاید توی مین منو، اینجایی که لوگوی فیگما هست، برید داخل پرفرنسز و اینجا ناجمانت رو انتخابش کنید. خب تو حالت بای دیفالت این ناجمانت 1 و 8 اگر اشتباه نکنم، خب درست یادم نمیاد عددشو، توی همچین حالتی قرار داره. اگر بیایم این فریمی که کشیدیم رو سلکت کنیم، با موس جابجا کنیم، میتونیم راحت بین گیری جابجا بشیم، اما با اروکیا این اتفاق میبینید که نمیفته، داره فاصله کوتاه میگیره بین این دوتا خط گریدی که داریم. چجوری با اروکیا میتونیم دقیق جابجا بشیم؟ باید اسمال ناجمون رو بذاریم روی 8 پیکسل، اون 8 پیکسلی که برای فاصله افقیمون در نظر گرفتیم، و مثلا بیگ ناجمون رو میتونیم بیاریم بذاریم روی 24 پیکسل، اندازه گاتری که داشتیم. خب الان اگر اینو من سلکتش بکنم، میبینید که 8 تا 8 دارم بین گرید جابجا میشم، بین این خطای داخل گرید جابجا میشم، و چپ و راستم هم 8 تا 8 داره اتفاق میفته. خب 8 تا 8 دارم جابجا میشم. به راحتی میتونید اینجوری جابجا بشید. میتونید این بیگ ناجر رو بذارید روی 8 تا، بازم فرقی نمیکنه. منتها معمولا میذاریمش روی یه ذریبی از 8، مثلا 24 16 اینا میذاریم که بتونیم راحت جابجایی هامون رو داشته باشیم دیگه. الان میبینید که خیلی راحت 8 پیکسل 8 پیکسل دارم بین خطوط گرید جابجا میشم بدون اینکه مشکلی داشته باشم، و این خیلی میتونه کمک کنه به طراحیام. خب این از این بحث، بریم سراغ موضوع بعدی. من این فریمی که اینجا داریم اصلا نمیخوام و میام یه فریم دیگه اینجا میکشم، و میام توی این فریم یه فریم دیگه میکشم و به این فریم داخلیه یه رنگی میدم، مثلا رنگش رو میکنم قرمز. خب خیلی وقت پیش میادش که شما میخواید دقیقاً فریم هاتون رو با هم دیگه تنظیم بکنید. خب اینجا ابزاری وجود داره به نام ابزار الاینمنت. این بالا میتونید ببینید الاینمنت رو، ابزارهایی که مربوط به الاینمنت هست رو این بالا میتونید ببینید. به کمک الاینمنت خیلی راحت میتونید تنظیمات مربوط به فریم هاتون رو با هم دیگه انجام بدید. مثلا فرض کنید این فریم رو که داخل این یکی فریم هست میخوایم ببریم بندازیم گوشه سمت چپ، خیلی راحت این الاین لفت رو میتونیم روش کلیک کنیم، میتونیم آلت و ای بزنیم، فرقی نمیکنه. الان اگه من روی این کلیک کنم میاد سمت چپ و از این در واقع محور سمت چپ این یکی فریم میاد باهاش تنظیم میشه و قرار میگیره. خیلی راحت اومد اینجا قرار گرفت. حالا من اگه بیارمش اینجا، شورتکاتش چی بود؟ شورتکاتش آلت و ای بود. آلت و ای هم بزنم باز میادش تو این سمت چپ تنظیم میشه. الاینمنت دیگه الاین هوریزونتال سنتر هستش که شیء شما رو میاره وسط، و شورتکاتش هم آلت و ایجه. الان اگر آلت و ایج بزنم یا روی این حالا آیکونی که اینجا هست کلیک کنم، الاین سنترمون اتفاق میفته و میبینید که میادش از سمت چپ، در واقع از این سمت چپ میاد وسط قرار میگیره دیگه، از این سمت چپی که بود میاد وسط قرار میگیره، رو محور ایکس هوریزونتال داره اتفاق میفته. خب الاینمنت بعدی الاین رایت هستش که شما میتونید آلت و دی بزنید، این فریمی که دارید میره سمت راست، میچسبه به این محور سمت راست، یعنی انتهای سمت راست این فریمی که پرنت هست میره یکی فریم میچسبه اونجا. باز الاین تاپ رو دارید که با آلت و دبلیو میتونید ببرید بالا قرارش بدید. الاین ورتیکال سنتر رو دارید که میتونید با آلت و وی بیارید از نظر ورتیکالی وسط قرار بدید. این یکی هوریزونتال بود، این یکی ورتیکال بود. خب
از نظر ورتیکالی میتونید بیارید وسط قرار بدید و الاین باتم هم دارید که با Alt و S فعال میشه و میتونید بیاریدش این پایین قرار بدید. میتونید روی این آیکونا کلیک کنید، حالا هر کدوم که راحت ترید. اگر شورتکات یادتون میمونه از شورتکات استفاده کنید، اگر شورتکات یادتون نمیمونه میتونید از این حالا باتنایی که اینجا هست و یا آیکونی توشه استفاده کنید، روی اینا کلیک کنید و جابجا کنید. یکی از حالت‌های الاینمنت هست که خوبه شورتکاتش رو یاد بگیرید زمانهایی که می‌خواید یک شیء رو دقیقاً بیارید وسط قرارش بدید. توی همچین حالتی باید به صورت الاین هوریزونتال سنترز و الاین ورتیکال سنترز عمل کنید که می‌تونید یه بار بیاید روی این آیکون کلیک کنید بیاید از نظر افقی وسط قرار بگیره، یه بار هم از نظر عمودی بیاد وسط قرار بگیره، کاملا وسط چین بشه. اما خوبه که این شورتکات رو یاد بگیرید که سریع بتونید با این شورتکات کارتون رو انجام بدید. شورتکاتش چی بود؟ Alt و H و Alt و V. میتونید Alt V Alt H بزنید وسط چین کنید، Alt V Alt H و همین راحتی میاد وسط قرار میگیره. دقت بکنید وقتی یه شیء رو سلکتش کردید Alt میزنید، مثلا V میزنید، اینجا Alt میزنید V میزنید، میبینید که ابعاد رو هم داره بهتون میده. اینجا وقتی با Alt میرید روی یک شیء میبینید که ابعاد رو هم داره بهتون میده، میگه توی این ابعاد قرار دارید، از این طرف مثلا 1109 پیکسل، از این طرف 173 پیکسل فاصله دارید، از این ور 439 تا، از این ورم 439 تا فاصله دارید. خب این ابعاد رو میتونید داشته باشید، میتونید حالا برای تناسب بندی از این ابعاد هم استفاده بکنید. پس Alt V Alt H شیئمون رو دقیقاً وسط چین می‌کنه توی فریم، توی اون در واقع فریم والدش پرینتی که داره دقیقاً برامون وسط چین می‌کنه. حالا یه زمانی پیش میاد شما دو تا فریم دارید، اینا رو می‌خواید با هم دیگه وسط چین کنید. الان اگر اینجا روی این فریم دو کلیک کنید، این می‌بینید که اصلاً این الاینمنتاتون خاموشه. توی این حالت‌ها باید اینا رو با هم دیگه سلکتشون کنید و مثلا می‌خواید وسط چین کنید، Alt V Alt H بزنید که هم مرکز بشن و می‌بینید که این دو تا فریم الان از هم دیگه کاملاً جداان و یه جورای سیبلینگ هم دیگه‌ن، تو دل هم دیگه نیستن. مثلا این فریم دو نیومده تو دل فریم یک قرار بگیره، سیبلینگ هم دیگه شدن ولی روی هم دیگه قرار دارن. این تو دل یکی نیست، روی فریم یک، این فریم دو روی فریم یک قرار داره و الان میتونید خوب ازش استفاده کنید به عنوان یه فریم دیگه. پس از این امکان هم میتونید استفاده کنید. حالا من این فریم دو رو میارم میندازمش دیگه تو دلش نمیاد انگار. خب من از اینجا میکشم میارم میندازم تو دل این. خب این فریم دو رو اینجا میارمش و بعد یه دونه فریم دیگه ایجاد میکنم، رنگ این فریم رو مثلا میکنم آبی. خب زمانهایی که شما دو تا فریم اینجوری دارید میتونید این دو تا فریم رو با هم دیگه سلکت کنید. اولا از این الاینمنت ها میتونید استفاده کنید، با هم دیگه تنظیمشون کنید. خب میتونید مثلا اگر این فریم یکم پایین تر باشه میتونید دو تاشو سلکت کنید، بیایید به صورت ورتیکال الاین سنتر انجام بدید یا Alt و V بزنید یا اینجا روی این باتن کلیک کنید، اینجوری هم راستا بشن با هم دیگه. الان اگر هم مرکزشون کنیم میان جفتشون تو دل هم دیگه قرار میگیرن، یه حالت اینجوری به دست میاد. خب اما گاهی اوقات پیش میادش که شما میخواهید یه حالت دیستریبیوتد داشته باشید، یه حالت توزیع شده ای داشته باشید، میتونید اینجا آیکون مربوط به مور آپشنز رو ببینید که مربوط به الاینمنت میشه. اگر روش کلیک کنید چند تا حالت وجود داره. یه حالت دیستریبیوشن به صورت ورتیکال، در واقع این اسپیسینگی که بین دو تا آبجکتتون داره اتفاق میفته به صورت ورتیکال دیستریبیوتد میشن، یعنی توزیع میشن به صورت ورتیکال که با Alt Shift و V هم میتونید فعالش کنید. من همینجا کلیک میکنم روش، الان به صورت ورتیکال اینا توزیع شده هستن. این دوتا رو میگیرم اینجوری و بعد میام به صورت ورتیکال عمودی دیستریبیوتدشون میکنم. حالا اینجا عمودیه مثلا که نمیخواد کار کنه، بذارید ببینیم دوتا شیء کار نمیکنه. خب بذارید یه دونه دیگه اضافه کنیم، با دوتا شیء خب مشخص نمیشه، بذارید دوتا یه دونه شیء دیگه اضافه کنیم اینجا بشن سه تا راحت‌تر ببینیمشون. من میام این سه تا رو با هم دیگه همه رو سلکت میکنم و بعد اینجا تایدی آپ هم برامون فعال شد. الان به صورت ورتیکال میخوام اینا رو با هم دیستریبیوتدشون کنم و توزیعشون بکنم. میبینید که به صورت ورتیکال اینا با هم دیگه توزیع شدن و این قرمزه اومدش پایین نزدیک به این شد و به صورت ورتیکالی توزیع اتفاق افتاد. الان اینو یه بار دیگه میارمش بالا، این بار به صورت هوریزونتال دیستریبیوتد میکنم، این دیستریبیوشن رو به صورت هوریزونتال انجام میدم. Alt Shift H براتون اسپیسینگ هوریزونتال انجام میده. خب میبینید از نظر هوریزونتالی این سبزه کمی اومدش این بر. خب با هم دیگه توزیع شدن. بذارید یه دونه فریم دیگه از این کپی بگیرم، رنگش رو عوض کنم بکنم ویولت و اینا رو با هم دیگه سلکتشون کنم. میام به صورت عمودی اینا رو دیستریبیوتدشون میکنم. میبینید که به صورت عمودی با هم
توزیع شدن. باز دوباره این چارتا رو با هم سلکت میکنم، به صورت عمودی دیستریبیوتد میکنم و توزیعشون میکنم. میبینید که این اتفاقی که الان اینجا دیدید میفته. حالا به صورت افقی اگر بریم دیستریبیوتد رو انجام بدیم، به صورت هوریزونتال توزیع رو انجام بدیم، میبینید که به صورت افقی اینا دارن از همدیگه فاصله میگیرن. یه حالتی هم از حالت تایدی آب که از بالا با همدیگه فاصله میگیرن، الان اینجوری قشنگ فاصله شون تنظیم شده. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که شما میتونید این فاصله رو کم یا زیاد کنید. میتونید همینجا بیاید روی این کلیک کنید، کم و زیادش کنید، اینجوری میتونید انجامش بدید. میتونید بیاید به صورت دقیق از این اینپوتی که اینجاست این فاصله رو کم و زیادش کنید. مثلا من میام می‌ذارمش 24 پیکسل. خب به صورت افقی الان این اتفاق افتاد. حالا این دوتا رو با هم دیگه سلکتشون میکنم و ورتیکالی دیستریبیوتد روی اینها اتفاق نمیفته، چون ورتیکال نیستن نسبت به هم دیگه، فقط افقی میتونیم دیستریبیوشن داشته باشیم. فاصله شون رو میتونیم اینجا تغییر بدیم، مثلا بذاریم 240 پیکسل. خب این حالت به وجود میاد. میتونیم همه اینا رو با هم دیگه سلکت کنیم و وقتی میایید روش اینجا میبینید که حالت تایدی آب برامون اینجا آیکونش وجود داره. همینجا میتونید کلیک کنید، همینجا میتونید بیاید تایدی آب رو انتخاب کنید، هم کنترل آل شیفت تی میتونید این شورتکات رو استفاده کنید تایدی آبش کنید. الان اگه روی همینم هم بزنیم تایدی آب میشه، فرقی نمیکنه. میتونیم فاصله ها رو تغییرم بدیم، مثلا میتونیم بیایم اینجا بگیم شما 24 تا باش از نظر افقی، از نظر عمودی هم 24 تا باش و یه همچین فاصله ای رو ایجاد بکنیم. این الاینمنت خیلی کاربرد داره، مخصوصا وقتی اوتولیات رو یاد بگیرید خیلی میتونه به دردمون بخوره. خب دوستان فکر میکنم برای این جلسه کافی باشه. تا جلسه آینده خدا نگهدار.